انگلیسی پایه نهم. عذر میخوام بابت تاخیر، یه مشکلی پیش اومده بود که حل شد. برات معذرت میخوام ازتون. واسه کسی که من نمیشناسم، من نسترن سلطانی ام، دبیر زبان انگلیسی، و قراره که با هم دیگه توی 6 جلسه کلاس رو داشته باشیم. قبل از اینکه شروع کنم به درس دادن، یه توضیح راجع به کلاس، روند کلاس، کاری که قرار بکنیم و جزمون یه توضیح بدم، بعد شروع میکنیم به درس دادن. خب، همونطور که گفتم، قرار کلاً 6 جلسه ما کلاس داشته باشیم. توی این 6 جلسه قراره که ما تمام مطالب و تمام چیزایی که توی کتاب گفته شده رو با هم دیگه بخونیم. یعنی اینجوری نیستش که شما فکر کنیم مثل کلاس رفع اشکاله یا مثل کلاسیه که فقط یه سری نکته بهتون گفته میشه، نکته های تکمیلی گفته میشه و تست داده میشه و حالا اگر من زبانم خوب نیست، زبانم صفره، هیچی نمیفهمم، به درد من نمیخوره. کلاسیه که قراره، حالا جلسه اول رو با هم دیگه شروع کنیم، میبینین قراره از صفر صفر، یعنی از پایه ترین مباحث راجبش حرف بزنیم، درس بدیم که کسایی هم که بلد نیستن یاد بگیرن و بتونن با ما پیش بیان. بعد یه سری توی جزوه یه سری تست آماده شده برای هر گرامری. من سعی کردم حدود 80-90 تا تست آماده بکنم که خب تستای خیلی زیادیه و شما قراره که اینطوریه که ما میایم یه سری نکته، یعنی درس رو میدیم، درس رو با همدیگه میخونیم، یه سری تست با همدیگه کار میکنیم که تست حالت تمرین داره واسه اینکه شما متوجه بشی، درس برای جا بیفته، بفهمی. بعد انتهای جزوه یه سری تستای تکمیلی اومده که این خب قاعدتا ما که وقت نمیکنیم 80-90 تا تست رو با همدیگه بزنیم سر کلاس. تستایی که با هم دیگه سر کلاس میزنیم فقط واسه اینه که شما درس برای جا بیفته. اون تستایی که میمونه چی میشه، تکلیفش چیه؟ این تستا میشه تکلیف شما، یعنی شما هر جلسه، جلسه که تموم شد، تستایی که مونده رو میری خونه حل میکنی، برای جلسه بعد توی سایت بارگذاری میکنی. من جواب تشریحیش رو هم در اختیارتون میذارم، مفصل کامل تشریح در اختیارتون میذارم. این شده از بخش گرامر. بخش واژگان چی؟ واژگان اومدم یه سری لغت که لغات مهمه کتاب و کتاب کاره، ریز به ریز و جز به جز هر لغتی که توی کتاباتون بوده توی جدول براتون گذاشتم که زحمت خوندن این لغت ها با خودتونه. یعنی شما هر جلسه مثلا درس اول لغتاش ته جزوه است، لغت ها میخونی، برای جلسه آینده یه سری تست داره، تستاش هم میزنی که قشنگ توی ذهن تثبیت بشه. بعضی از جلسه ها یه باکسی رو ته جزوه گذاشتم براتون که برای ترجمه بهتره، یعنی چیزایی که دایره واژگان شما رو بست میده. مثلا توی اولین جلسه پیشوندا رو براتون گذاشتم که پیشوندا رو باش آشنا بشی، بتونی کلمه هایی هم که بلد نیستی با اینا بهشون مسلط بشی. پس اینا هم یه سری تست داره، تستای واژگان با خودتونه، هرچی هم تست بمونه من پاسخنامه‌شو بهتون میدم. بخش بعدی که میخوام راجعش حرف بزنم بخش آزمونه. برای آزمون شما هر به جز این جلسه که جلسه صفرمونه، شما هر جلسه یه آزمون داری. آزمونم از جلسات قبله. یعنی چی؟ یعنی جلسه دوم از جلسه اول شما آزمون میدی. آزمون اجباریه، یعنی اینجوری نیستش که ما بیایم سر کلاس چیزی بگیم و بریم. تکلیف که باید حل بکنی، آزمونم هر جلسه داری و اجباریه برای ورود به کلاس. آزمون جلسه چهارم میشه از جلسه اول تا سوم، ترکیبی از تمام مطالبه. جلسه چهارم جلسه درک مطلبه، یعنی ما تو این 6 جلسه، چون 6 تا درس هم داریم، تقریبا هر جلسه 5 و 6 رو یکی کردم تو یه جلسه بهتون میگم، چون واقعا جدا کردن نداره، کنار هم دیگه باید یاد بگیرین. یه جلسه من برای درک مطلب گذاشتم. چرا؟ چون توی آزمون نمونه دولتی ممکنه شما درک مطلب داشته باشید، یعنی یه متنی بهت میده، میاد زیر ضمیری رو خط میکشه، یه واژه‌ای رو خط میکشه، میگه با توجه به متن بیا به اینا جواب بده. یک جلسه کامل ما قراره درک مطلب کار بکنیم. اینم از نکته‌ای که باید بگم. واسه همین فکر میکنم که این کلاس کلن واسه کسایی که زبانشون به قول خودشون صفر صفر، خوب نیست، هیچی بلد نیستن، میتونه خیلی کلاس خوبی باشه، چون که
قراره واقعا از زیر صفر، یعنی در این حد که ببین معرفی part of speech، در این حد که فعل چیه، اسم چیه، فاعل چیه، مفعول چیه، در این حد شروع بکنیم، برای شما جا بیفته، یاد بگیری و بعد بریم سراغ گرامرهای اصلی. و اینکه بچه ها شما سالهای آینده دهم، یازدهم و دوازدهم، حالا اگه کنکور تا اون موقع بمونه که خب این خیلی بیشتر احساس میشه، واقعا پایه نهم میشه پایه های بعدیتون. یعنی مثلا شما اگر زمان گذشته ساده رو یاد نگیری توی درس 5 و 6، سال دهم گذشته استمراری سختته که یاد بگیری، چون که هنوز ساده رو یاد نگرفتی. یا مثلا اگر زمان ها رو توی پایه نهم یاد نگیری، حال ساده چیه، حال استمراری چیه، پایه دوازدهم نمیتونی بیای اینا رو مجهولش کنی. پس چون که من توی پایه های دیگه هم تدریس میکنم، میبینم که مثلا میگن که چرا این فعل اس گرفته، متوجه نیستش که مثلا فرق زمان حال ساده چیه، چه جوری باید درست کنه، چه جوری سوالی کنه، چه جوری منفی کنه. چرا؟ چون همه اینا توی پایه نهمه، پایش ضعیفه. پس اگر توی این کلاس 6 جلسه با من همراه باشین، قطعاً واسه پایه های بعدیتون هم راحتین. آزمون نمونه دولتین رو که مثل آب خوردن 7 سوال جواب میدین، چون سوالای جزوه خیلی سطحش بالاتر از آزمون نمونه دولتیه. حالا میبینین تستا رو که با هم دیگه بذاریم. اینم یادم رفت بگم، تستایی که توی جزوه اومده هم تألیفیه، از خودم نوشتم، هم از کتابای دیگه نوشتم آوردم براتون، هم از آزمونای نمونه دولتیه. یعنی شما همه مدل سوالی رو قراره ببینین که حالا چه توی نمونه دولتی میخواین آزمون بدین، چه برای پایان ترم که خرداد امتحان دارین، آماده باشی برای همه مدل سوال. خب بریم کلاسمون رو با هم دیگه شروع کنیم اگه موافق باشیم. من یه هایلایت بردارم. اولین چیزی که میخوام یاد بگیری اینه که اصلا هر کلمه ای چه نقشی داره و کلن اجزای کلام، حالا فارسیش میشه اجزای کلام، انگلیسیش میشه part of speech، تو انگلیسی چیان؟ یعنی بدونی اسم چیه، فعل چیه، صفت چیه. دونه دونه با هم پیش بریم. اولین part of speech ما فعل. خب همونجور که میدونین فعل کلمه ایه که نحوه چگونگی، نحوه و چگونگی انجام کار رو به شما میگه. که حالا ما دو مدل فعل داریم که جلوتر بهتون میگم، این دو مدل فعل رو شما اصلا توی دهم میخونین، ولی راحت با این چیزی که من میگم میتونین بعضی از تستا رو حل بکنین. پس فعل میشه اولین part of speechمون. دومیش اسمه. اسم چیه؟ اسم کلمه یه که اتفاقا اینم توی سال دهم میخواد بهتون بگه، ولی خب وقتی که شما تو پایه هفتم، هشتم، نهم زبان انگلیسی داری، باید بدونی اسم چیه، نه که یهو توی دهم بیای تازه بدونی اسم چیه، چه مدلیه. اسم بچه ها کلن کلمه یه که وقتی میخوای یه آدمی رو بنامی، مثلا مریم، تیچر، دکتر، نمیدونم علی، واسه نامیدن اشیا، نامیدن حیوانات، نامیدن ایده ها، مکان ها، برای این چیزا ما از اسم استفاده میکنیم. یعنی مثلا تهران اسمه، سیتی اسمه، داگ اسمه، چه میدونم پارک اسمه. پارت آف سپیچ بعدی ضمیره. ضمیر چیه؟ ضمیر رو شما تو فارسی هم بلدی. ضمیر کلمه یه که میاد جایگزین اسم میشه و از تکرار اسم جلوگیری میکنه. مثلا انواع مختلف داره که اتفاقا تو این جلسه میخوایم راجع به دو مدل ضمیر حرف بزنیم، ضمیر فاعلی و ضمیر مفعولی. پس کلا بدون که ضمیر کلمه ایه که میاد جای اسم میشینه. مثلا دیدی هی، شی، هیم، هر، اینا رو ما بهشون میگیم ضمیر. بعدی صفت یا اجکتیوه. صفت چیه؟ صفت کلمه ایه که میاد راجبه، خوب گوش بده، راجبه اسم توضیح بیشتری میده. مثلا بیوتیفول یک صفته، زیبا. چرا؟ چون میاد راجبه یه اسمی یه توضیح بیشتری میده. مثلا اگر من بگم بیوتیفول فلاور، گل زیبا، فلاور میشه اسم و بیوتیفول میشه صفته، چون داره توضیح بیشتری راجبش میده.
اگر که نمیدونی چجوری صفت رو باید تشخیص بدی، کافیه یه دونه تر بهش اضافه کنی. اگر معنی داد میشه صفت. مثلا خوشگل، خوشگل تر صفته. ولی مثلا بوک، کتاب، کتاب تر که نداریم، پس این صفت نیستش. بعدیمون قیده. قیدا بچه ها میتونن قیدای مختلفی داشته باشیم. قید زمان داریم، قید مکان داریم، قید حالت داریم، که من اینجا میخوام قید حالت رو بهت بگم. قید زمان که مشخصه، یعنی راجع به زمان حرف میزنه، مثلا in the morning. قید مکان جاشو میگه. قید حالت که اتفاقا سال دهم قراره بخونی، فقط یادت باشه قید حالت یه نشونه داره اکثرشون. اون نشونش چیه؟ الوایه. یعنی تهش تو الوای میبینی. مثلا slow slowly، quick quickly، patient patiently. اون الوایه نشونه قید حالته. خب بعدیش حرف اضافه است. حرف اضافه بچه ها بیرون از جمله هیچ نقشی نداره، هیچ معنی نداره و هیچ کاری نمیتونه بکنه. مثلا این، آن، at، with، without، در، با، به، از، اینا حرف اضافن. تو جملن که معنی میدن. مثلا in the class، with my mom. حرف اضافه توی جمله است که معنی میده، بیرون از جمله هیچ معنی نمیده. 6 و 7 و 8، حالا 6 یه ذره نکته داره که بهتون میگم، ولی 7 و 8 و اصلا قرار نیست ما بخونیم، فقط برات گذاشتم که بدونی و بلد باشی. حرف ربط و حرف ندا. بیایم مثالا رو با هم دیگه ببینیم، از روی اینا بهتون بگم هر کلمه چیه. خب توی انگلیسی که جلوتر هم ما نکتهشو داریم، توی انگلیسی مثل فارسی وقتی میخوای یه جمله بگی، جملت با چی شروع میشه؟ با فاعل شروع میشه. فاعل انجام دهنده کاره. حالا فاعل میتونه یه اسمی باشه، مثلا باشه نسترن، میتونه یه ضمیری باشه، میتونه باشه او. مهم اینه که انجام دهنده کار یا فاعل یا نهاد رو داشته باشی توی جمله. برعکس فارسی که ما فعل رو میبریم ته جمله، من به مدرسه میروم، تو انگلیسی بعد از فاعل به چی احتیاج داریم؟ به فعل احتیاج داریم. بعدش باید حتما فعل بیاد. بنابراین study چون داره انجام شدن کاری رو به تو میگه، میشه فعل تو. گفتم نامیدن حیوانات، نامیدن مکانها، انسانها، اشیا، ایده ها، همه اینا جزء اسمن. پس تو این جمله داگ اسم، لندن هم اسمه. گفتم ضمیر کلمه ایه که جایگزین اسم میشه. جملهمو ببین. جملهم با سارا شروع شده. سارا اسم نهاد جمله است. تو جمله بعدی واسه اینکه سارا رو تکرار نکنم، به جاش چی آوردم؟ شی آوردم که ضمیره. معنی ببین. بیگ و بیوتیفول. گفتم اگر نتونستی تشخیص بدی که این کلمه اسم یا صفته، بیا معنیش یه دونه تر اضافه کن. بزرگ، بزرگتر. آره معنی میده، پس صفته. زیبا، زیباتر. پس اینم صفته. خب بعدی هم کویکلی، یادتونه گفتم نشونش الوایه، اینم میشه قید ما چون تشی داره الوای داره. و حرف های اضافه این، آن، ات، بای، ویف، ویداوت، همه اینا حرف اضافه که نشون میده توی توی جمله معنی میده. مثلا شی پوت د پیتزا این دی آون، داخل اجاق. حرف ربط رو که توضیح ندادم چون لازمم نیست بدونی، فقط بدون حرف ربط مثل اند، اور، بات، سو، دو تا جمله به هم ربط میدن که حالا یا این دوتا با هم، یا داری دوتا چویس یا انتخاب رو میگی یا دوتا تضاد رو داری میگی. مثلا بات تضاد رو نشون میده. و حروف ندا که میخوان تعجب یا احساسات گوینده رو منتقل کنن. مثلا او 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 حرف نداه. اوپس، او مای گاد، گاش، گاد، همه اینا میشه حرف ندا چون داره احساسات طرف رو منتقل میکنه، که لازمم نیست بدونین. فقط خواستم کلن یاد بگیری که توی انگلیسی ما 8 part of speech داریم. حالا بریم سوال اول رو با هم حل کنیم. میخوایم ببینیم توی این جمله یاد بگیریم اسما چیان، اسما رو پیدا کنیم. اسما چیان؟ ایرانز ماونتن. اگر معنیشم بلد نیستی اشکال نداره. ماونتن یعنی کوها، پلینز یعنی دشت ها. بقیه رو دیگه بلدی.
ایران قطعا اسمه، ماونتین یا کوه اسمه، پلین اسمه، هوم خانه اسمه، انیمالز هم اسمه. یه راه دیگه که میتونی تشخیص بدی اسم هست یا نه، البته که بعضی از اسما میتونن قابل شمارش باشن. تهش چی میگیره؟ اسم. یه نشونه دیگه که بفهمی اسم داری این ده هستش، که اینو شما سال دهم میخونین. خیلی هم مهمه، حتما توی جلسه براتون توضیح میدم. بنابراین من چند تا اسم داشتم؟ 1, 2, 3, 4, 5 اسم. حالا میخوام صفت رو انتخاب کنی. گفتم اونی که الوای داره نشونه قیده. برای نامیدن افراد ما از اسم استفاده میکنیم، پس این اسمه. عملی رو نشون بده، فعله. کوچیک قرار شد اگه نمیدونی اسم یا صفت هست یا نه، یه دونه تر بهش اضافه کن، کوچیک‌تر، کوچیک‌ترین. بنابراین این چیه؟ صفته. اینم شد صفتمون. پس ما تا الان بیسیک ترین چیزا رو تو انگلیسی یاد گرفتیم که اسم چیه، فعل چیه، صفت چیه. بریم واسه درس اول. قبل از اینکه درس اول رو شروع کنم، همونجور که بهتون گفتم توی انگلیسی حتما جملت با فاعل شروع میشه، بعدش فعل میاد، بعدش مفعول، اطلاعات بیشتر. چرا نوشتم اطلاعات بیشتر؟ اطلاعات بیشتر یعنی قید زمان، قید مکان و چیزایی که در ادامه میاد. حالا ممکنه بیاد، ممکنه نیاد، ولی این ست، اگر فعلت مفعول بخواد، مفعول حتما میاد. اگر نه که مفعولم نخواد، فاعل و فعل جزء اجزای اصلی یک جمله، یعنی حتما باید داشته باشی که یک جمله رو بسازی. خب ما سه مدل فعل داریم که ما به این فعلا میگیم فعل‌های خام. حالا چرا دارم میگم فعل خام چیه؟ چون باید بدونی فعل زماندار چیه. ما سه تا زمان داریم، توی فارسی هم داریم، گذشته، حال، آینده. توی انگلیسی هم همینه، ما به اینا میگیم فعلای زماندار. حالا چرا باید بلد باشیم؟ چون باید بدونی که توی جمله های انگلیسی ما فعل اولین فعلی که بعد از فاعل میاد نمیتونیم فعل خام به کار ببریم. حتما باید چی داشته باشه؟ زمان داشته باشه. پس اولین فعلی که بعد از فاعل میاد حتما باید زمان داشته باشه. حالا فعل خام اصلا چیا هستن؟ فعلای خام یعنی اونایی که تو به اضافه فعلن، بهشون میگیم مصدر یا اینفینیتیو. مثلا to go، to walk. نمیتونی بگی she to go، I to walk. اولین فعل بعد از فاعل نمیتونه به شکل مصدر بیاد چون خامه. دومیش چیه؟ اسم مصدر یا فعل به اضافه ing. ببین گوش بده، فعل به اضافه ing. نگفتم am is are ing، نگفتم was were ing، فقط فعل و ing با هم دیگه. نمیتونم بگم I going، نمیتونم بگم she sleeping. بعد از فاعل نمیتونی فعل به اضافه ing رو تنها بیاری چون فعل به اضافه ing خامه و زمان نداره. بنابراین going، walking هم مثالاشه که اینا نمیتونن به عنوان اولین فعل بیان. سومیش چیه؟ شکل سوم فعل یا past participle هستش. شکل سوم فعل رو شما توی پای نهم نمیخونین، تا کتابتون هم ندارین. اینو فقط گفتم واسه بچه‌هایی که زبانشون متوسط رو به بالاست و این چیزا بلدن، نکته اضافه تره. past participle پی پی یا قسمت سوم فعل نمیتونه به عنوان اولین فعل بیاد. مثلا gone یا walked. من نمیتونم بگم she gone، نمیتونم بگم اگر که walked قسمت سوم باشه نمیتونه به تنهایی بیاد، قسمت دوم باشه چرا میتونه بیاد. بنابراین در جمله انگلیسی اولین فعل بعد از فاعل باید حتما زمان داشته باشه و نمیتونه خام بیاد. اولین فعلی که شما توی درس اول و یه تیکه تو درس پنجم میخونین که من یه جا براتون آوردم، بهشون میگیم لینکینگ ورب یا افعال ربطی. چرا بهش میگیم ربطی؟ بخونیم از روش. افعال ربطی یا لینکینگ ورب به فعلایی گفته میشه که میشه رابطه بین فاعل و کلمه بعدیش.
یعنی چی؟ یعنی اون کلمه‌ای که بعد از لینکینگ ورب میاد یه توضیحی راجع به فاعل میده. حالا بهت میگم، اطلاعات بیشتری میده. بیانگر عمل نیستن، بیشتر حالت رو نشون میدن و میاد فاعل رو به یه چیزی وصل میکنه که اون رو توی جمله توصیف میکنه. باکس بعدی رو برای بچه‌ها آوردم که زبانشون متوسط رو به بالاه و ممکنه توبیا رو بشناسن، بقیه لینکینگ وربا رو نشناسن. مهمترین و رایج‌ترین لینکینگ ورب ها که تو کتاب شما هم اومده همون چیان؟ توبیا هستن که الان راجعشون میخواییم حرف بزنیم. بچه ها توبیا کلن 9 تا عضو داره که توی کتاب شما 5 تاشو گفته و همین 5 تا هم توی پای 9 هم بلد باشی کافیه، بقیهشو 12 یا 11 هم میخونیم. بقیه فعل ربطی مثل چی؟ واسه کسایی که دوست دارن بیشتر بدونن، مثلا فعل ربطی مثل become, get, go به معنی شدن، feel احساس کردن، taste طعم داشتن، smell بو داشتن، remain ماندن، seem, look, sound. look به معنی نگاه کردن نیستا، به معنی به نظر رسیدن. ما به اینا میگیم linking verb. این توی پایه هم 10 هم 11 هم 12 اینا خیلی به دردت میخوره. چرا؟ چون یه نکته مهم داره. به رنگاش نگاه کن. He looks angry. من اون لینکینگ ورب ها رو با رنگ قرمز برات نوشتم. look به معنی به نظر رسیدن، feel احساس کردن، seem به نظر رسیدن و الاخر. اینا رو برات قرمز نوشتم که بدونی. حالا سبزا رو ببین. ویژگی مشترک سبزا چیه؟ angry عصبانی، sad ناراحت، tired خسته، strange عجیب، dark تاریک، delicious خوشمزه. همه اینا چی هم بچه ها؟ همه اینا صفت هن. پس من میتونم یه نتیجه بگیرم. چه نتیجه ای؟ صفت های من واسه این که کلن ما یه صفت چرا استفاده میکنیم؟ واسه این استفاده میکنیم که میایم راجع به یه اسمی توضیح بیشتری بدیم. پس یا میاد به اسم میچسبه، اگر اسمی نبود کجا میاد؟ بعد از لینکینگ ورب میاد. حالا این لینکینگ ورب ها که اصلا تو کتاب شما نیست، بریم راجع به توبیاش حرف بزنیم. اولین توبیایی که شما توی درس یک یاد میگیرین مربوط میشه به زمان حال. چیا هستن؟ امو، ایز و آر هستن. توبیایی که در زمان حال استفاده میکنیم ام، ایز، آر. چه معنی میده؟ معنی بودن. حالا توی زمان حال میشه است و هست. با نکته که توی باکس قبلی گفتم چه نتیجه میگیرم؟ بعد از to be من به چی احتیاج دارم؟ به صفت احتیاج دارم. ببین، علی and Sarah are nervous, black. nervous و black چی هن؟ صفت هن. من بعد از to be که linking verb به صفت احتیاج دارم. یا به یک اسم، teacher, doctor. چرا؟ خوب گوش بده، بچه ها اینو با درس 2 قاطی میکنن، چون که توی درس 2 ام و ایز و آر هم داری. منتها توی درس اول میگه to به عنوان لینکینگ ورب میشه فعل اصلی جمله، یعنی تو به هیچ فعل دیگه ای احتیاج نداری. یه دونه فعل میخوای، اون فعلات هم ام و ایز و آر هستش، معنی است و هست میده. میاد چیکار میکنه؟ میاد فاعل رو به اون کلمه بعدی ربط میده، یعنی این کلمه داره یه توضیحی راجع به فاعل میده. نگاه کن همه اینا رو. I am a teacher. من هستم یک معلم. داره راجع به من یه توضیحی میده. علی is a doctor. پس من میتونم بعد از to بیام یا اسم بیارم a teacher, a doctor یا صفت بیارم. ما بعد از اینا هیچ فعل دیگه ای نمیخوایم. ما مثلا am go ندارم، is right ندارم. am و is و are تنها فعل جمله که معنی است و هست میدن. خب am که برای اول شخصه، یعنی برای چیه؟ برای آیه. is برای سوم شخص است. سوم شخص یعنی چی؟ یعنی او، he و she و it. و آر برای جمع است. تو، ما، آنها.
اینا رو با آر میگیم. مثالاشو ببین. الان علی و سارا دو نفرن، جمعن، بنابراین میشه آر، میشه هستند. نروس هم که کلمه درس اوله، به معنی عصبی یا نگران. دکت بچه ها میشه سوم شخص مفرد. چرا؟ علی هم همینطور، هم علی هم دکت سوم شخص مفردن. حالا جلوتر ضمیرها رو بخونیم میدونی ضمیرهاش هم چی هست. سوم شخص مفرده. برای سوم شخص مفرد از چی استفاده میکنم؟ از ایز استفاده میکنم. بریم با هم دیگه حل کنیم تستاشو. خب تست سه رو ببین. توی تست سه شما چی داری؟ یه دونه فاعل داری که به شکل ضمیر اومده. بایستم یعنی حرف نزنم. یه دونه فاعل داری، بعد یه کلمه ای بعد از جای خالی اومده که داره یه توضیحی میده، که اتفاقا اون کلمه هم یاد گرفتی، اسمه. یعنی چی؟ تیچر گفتیم برای نامیدن افراد ما از اسم استفاده میکنیم، پس تیچر هم اسمه. پس تو جای خالی قطعا به چی احتیاج داری؟ به یک فعل احتیاج داری. فعلام هست am, is, are. گزینه آخر هم هست be. یادتونه گفتم که اولین فعل باید چی باشه؟ زمان داشته باشه. الان be که اصلا زمان نداره، پس من میام گزینه آخر رو حذف میکنم، چون اصلا زمانی نداره که من بخوام راجبش بحث بکنم. خب حالا بین ام و ایز و آر، آر میدونم برای جمعه، ام میدونم برای آیه، پس میشه گزینه دو. سوال چهار، بازم من فاعل دارم و یک صفت دارم جای خالی، پس قطعا چیه؟ فعل میخوام. بازم بی رو چون زمان نداره به عنوان اولین فعل جمله حذفش میکنم. ام و ایز و آر. ام که برای آی بود، ایز برای مفردا یعنی سوم شخص مفرد بود، آر برای جمع آ بود. خب من از اول که اول شخص نیست، یک رو حذف میکنم. از کجا بدونم مفرد رو انتخاب کنم یا جمع؟ و به فاعلم نگاه میکنم دیگه. فاعلم اگه یه نفر بود، هی و شی و ایت، علی، مریم، گربه، سگ، ساختمان، معلم، یه نفر بود، سوم شخص مفرد بود، میشه ایز. ولی حواسم هست الفنتس تهش چی داره؟ اس داره. چون تهش اس داره یعنی چی؟ یعنی جمع، پس میشه آر تایرد، هستند خسته. سوال بعدی، the weather فاعلمه، weather به معنی آب و هوا، nice صفتی که بعدش اومده. اینم توضیح اضافه است که گفتم اطلاعات بیشتر میتونه بیاد. پس این شد فاعل یا سابجکت من، nice شد صفت، پس من جای خالی قطعا چی میخوام؟ فعل میخوام. بی چون زمان نداره به عنوان اولین فعل جمله حذفش میکنم. بین ام و ایز و آر، ام که برای اول شخص ندارم، حذفش میکنم. آر برای جمعه. weather رو بدون، آب و هوا اصلا اسم غیر قابل شمارشه، همیشه مفرد میاد، پس چی میزنم؟ ایز میزنم. حالا اگه من بخوام اینا رو منفی کنم باید چی کار کنم؟ برای منفی کردنشون بچه ها کافیه فقط و فقط بعدش چی بیاری؟ not بیاری. یعنی اگه میگی I am a teacher، بگی I am not a teacher. اگه میگی he is a doctor، he is not a doctor. فقط کافیه بعدش چی بیاری؟ not بیاری. خب
جای خالی بازم من my sister فاعل رو دارم، subject a good swimmer هم یه توضیحیه راجب my sister. پس من جای خالی قطعا فعل میخوام. فعلم هست are, am, aren't, isn't. دو تاش جمعه، یکیش isn't مفرده، امم که برای اول شخصه. My sister قبول دارین خواهرم سوم شخص مفرده و یک نفره، بنابراین جمع به دردم نمیخوره، یک میره، سه هم میره. My sister که اول شخص نیست، پس اینم میره، جواب میشه isn't، نیست یک شناگر خوب. سوال بعدی، بازم جای خالی من چی میخوام؟ فعل میخوام. فاعلم هسته she، ام رو نمیتونم براش بیارم، شی مفرد، جمع نمیتونم بیارم، چه به شکل منفی چه به شکل مثبت، بنابراین جواب میشه گزینه یک. مثبت و منفیشو یاد گرفتی، حالا میخوای سوال بپرسی. مثلا میخوای بپرسی she is nervous، اون عصبی یا نگرانه، میخوای سوالیش کنی بگی آیا اون عصبانیه. قبل از اینکه اینو توضیح بدم اینو بهتون بگم، ما کلن دو مدل سوال پرسیدن داریم. یه مدل سوال پرسیدن اینه که من به شما بگم که آیا درس رو فهمیدی، جواب یا آره است یا نه، میگی آره یا نه. ولی اگر من ازت بپرسم چی رو نفهمیدی یا چرا نفهمیدی، اون موقع دیگه تو به من نمیگی آره یا نه. مدل اول سوال که آره یا نه، یادت باشه تو هر درسی، چه الان که داریم درس اول رو میخونیم، چه درس حال ساده، چه گذشته ساده، حتما حتما باید با فعل کمکی شروع بشه. خوشبختانه ام و ایز و آر الان از خودش استفاده میکنیم، لازم نیست فعل دیگه بهش اضافه کنیم. پس کافیه برای اینکه من سوال بپرسم جای فاعل و فعل to be رو با هم عوض کنم. یعنی اگر میگم که she is a teacher، she فاعلمه، is فعلمه، این دوتا رو با هم دیگه چیکار کنم؟ عوض کنم، بشه is she a teacher، you are a teacher، are you a teacher، she is at home، is she at home، I am late، am I late. مدل دوم سوال چی میشه؟ مدل دوم سوال همونه که گفتم چی رو نفهمیدی. تو دیگه به من نمیگی آره، نمیگی نه، میگی مثلا صفحه 12 رو نفهمیدم. اینا رو باید چجوری بپرسی؟ اینا رو باید با کلمات پرسشی بپرسی. کلمات پرسشی چیا هستن؟ what، چه، where، کجا، when، کی، چه زمانی، چه کسی، چرا، چگونه، چند تا، چه مقدار، چه برای چه کسی. اینا رو میذاریم اول سوالمون. یعنی چی؟ یعنی اینو یاد گرفتی مثلا she's at home، جاشو عوض کردی شدی شد is she at home. یه دونه WH بذارم اولش میشه why is she at home، چرا اون خونه است. is she at home میشه آیا خانه است؟ بله هست، نه نیست. حالا یه دونه WH اولش بذارم why is she at home، چرا خونه است، میشه مثلا چون امروز تعطیله. دیگه نمیگه آره یا نه، یه توضیحی میده. خب بریم سوالا رو حل کنیم. همیشه برای حل کردن تست ما از گزینه ها شروع میکنیم، چون که از روی گزینه ها میفهمیم که مبحث چیه و با چی طرفیم. یه دونه WH دارم و بعد are، is، it. جمله‌ای که به من داده سوالیه. یادت باشه توی جمله سوالی هیچ وقت با فاعل شروع نمیشه، یا با فعل کمکی شروع میشه که yes or no درست کنی. مثلا بگی is she at home، میبینی اولش is داره و تهش علامت سوال. Why is she at home؟ Why دارم و علامت سوال. پس قطعاً گزینه یک نمیتونه جواب باشه چون علامت سوال دارم. اگر من گزینه یک رو انتخاب کنم بگم where، اوکی where رو بذارم اینجا. خب where که فعل نیست، فقط یه دونه WH، یه کلمه WH. من تو جمله هام، حالا چه جمله هم خبری باشه، چه منفی باشه، چه سوالی باشه، به چی احتیاج دارم؟ به یه فعل احتیاج دارم. خب خود سوال که به من فعلی نداده،
The garden که فعل نیست. Behind the house که فعل نیست. پس اینم نمیتونه باشه چون فعل ندارم. حالا بین is و are کدوم انتخاب میکنم؟ باید به garden نگاه کنم. Garden مفرده پس جمع به دردم نمیخوره. Is میشه. Is the garden behind the house؟ آیا باغ یا باغچه پشت خونه است؟ یا میشه بله یا میشه خیر. سوال 9 4 تا WH داده. How, who, what, where. فعلم داده. My t-shirts هم به عنوان فاعل داده. فقط باید من WH مناسب انتخاب کنم. این دیگه میشه معنی. اینکه تو چه WH بذاری باید به جوابش نگاه کنی. They are فاعل. فعل in the closet. در کمد هستند. چی پرسیده؟ کجا هستند؟ در کمد هستند. کجا میشه؟ Where. تست بعدی برعکسه. سوالو داده، فعلو داده، از تو میخواد که اسمو انتخاب کنی. Singer, players, teacher, person. از کجا بدونم کدوم انتخاب کنم؟ لغت نیستش که من انتخاب کنم. آیا خواننده خوبیه؟ آیا معلم خوبیه؟ آیا شخص خوبیه؟ آیا بازیکن خوبیه؟ باید به فعلم نگاه کنم. چرا؟ چون که فعل و اسم باید با هم چی داشته باشه؟ تناسب داشته باشه. خب چون آر جمعه این مفرد حذف، این جمعه بمونه مفرد حذف، مفرد حذف. حالا اینو ببین، پرسن رو جلوتر راجبش حرف زدم که جمعش چی میشه، جمع بی قاعده داره. قبل از اینکه به اون برسیم همینو ببریم به زمان گذشته. زمان حالش رو یاد گرفتی، ام و ایز و آر بود. زمان حال منفیش رو یاد گرفتی، سوالش رو یاد گرفتی. حالا همینو میخوایم یه دونه ببریم عقب راجع به گذشته حرف بزنیم. یعنی اگر من میگم I am a teacher، من یک معلم هستم، من راجع به الان حرف میزنم. اگه بگم I was a student، من یک دانش آموز بودم، دارم راجع به گذشته حرف میزنم. پس من میخوام اینا رو ببرم به گذشته. توبیایی که شما یاد میگیرین در زمان گذشته was و were هستن که معنی چی میشه؟ معنی بود رو میده. دقیقا این ام و ایزار میشن فعل اصلی جمله. توی درس 5 میخونی فعل اصلی جمله هستن، به هیچ فعل دیگه احتیاج ندارن. بعد از خودشون این ام و ایزار به اسم یا صفت احتیاج دارن. مثلا I was absent، علی and Sarah were late، علی was sad، the cat was white. بعد از was و were اسم یا صفت میخواد. was برای چی استفاده میشه؟ where برای چی استفاده میشه؟ where که بچه ها برای جمع استفاده میشه. مثلا we، مثلا they، you به معنی تو یا شما، یعنی یه نفر یا چند نفر. was این is که برای he و she و it بود، یه دونه اضافه تر هم داره I. یعنی توی زمان حال شما یه دونه am داشتی، توی گذشته دیگه اونو نداری، همون میشه was. I am a teacher، I was a teacher. He is nervous، he was nervous. سوالو ببین، are where چه فرقی دارن؟ همیشه از گزینه هام شروع میکنم. are جمعه ولی زمانش حاله. where جمعه ولی زمانش گذشته است. is مفرده زمانش حاله. was مفرده زمانش چیه؟ گذشته است. پس من باید دو تا چیزو مشخص کنم. یک، مفرده یا جمعه. دو، زمانش حاله یا گذشته است. به سوالم نگاه میکنم چی دارم توی سوال؟ yesterday دارم. yesterday یعنی دیروز، گذشته است. پس من زمان حالامو نمیخوام. حال میره، حال میره. حالا بین مفرد و جمع فاعلمو نگاه میکنم. فاعلم جمعه، بنابراین میشه we were. این سوالی که بالاتر حل کردیم the weather is very nice today، امروز the weather is nice، همینو ببین yesterday. پس من زمانهای حال رو نمیخوام. weather رو هم که گفتیم مفرده، پس جمع حذف میشه was.
دقیقاً عین زمان حال که می‌خواستی منفی کنی میگفتی I am not, he is not, we are not, not رو بعد از to be میآوردی، اینم هم همینه. کافیه بعد از was و were یه دونه چی بیاری؟ not بیاری که منفیش کنی. He was not angry. We were not absent. میخوای منفیش کنی، بعد از to be یه دونه not میاری. دوباره این زمان حال که میومدی جای فاعل و تو بی تو عوض می کردی که جملتو پرسشی درست کنی، تو زمان گذشتم همونه، فقط به جای اینکه ام و ایزار داشته باشی was و were داری. یعنی میگی که I was a teacher، فقط چون اینجا یا you were a teacher بخوای سوالیش کنی میشه were you a teacher، she was at home، was she at home، I was nervous، was I nervous. WH هم که دقیقاً عین زمان حاله، یعنی علاوه بر اون ساختاری که هست یه دونه WH هم اولش میذاری. بریم سوالاشو حل کنیم. جای خالیام was where، توی جای خالیا یا was میاد یا where میاد، کلن با اینا داره بازی میکنه. توی سوال نوشته yesterday، یعنی دیروز، پس اصلا گزینه البته زمان حالم نداریم که بخوایم حالو حذف کنیم. من باید فعلم با فاعلم همخونی داشته باشه از نظر مفرد یا جمع بودن. Your exam امتحانت، امتحان مفرده، پس قطعا فعل جمع به درد من نمیخوره، باید was رو انتخاب کنم. دوباره ایت یعنی همچنان داره راجع به امتحان حرف میزنه، امتحان مفرده، جوابش هم باز were رو نمیخوام، was میشه. گزینه یک. سوال بعدی are، where، is، was. بازم بحث سر مفرد و جمع زمان حال یا گذشته. توی سوال نوشته last night، last night یعنی دیشب، یعنی گذشته، پس زمانای حالمو حذف میکنم. به فاعلم نگاه میکنم، برای you where میآوردم یا was where میآوردم. was برای I و he و she و it بود، where were you last night. سوال 15 سوالیه که خیلی مهمه از این جهت که اسمی که اومده جزء جمعای استثناء. یعنی چی؟ شما تو انگلیسی وقتی میخواستی یه اسمی رو جمع ببندی فقط کافی بود یه دونه اس بهش اضافه میکردی. یعنی مثلا اگر میخواستی بگی کتاب تبدیل بشه به کتابها میشه books. مثلا teacher معلم جمعش میشد teachers، یه دونه اس فقط اضافه میکردی. بعضی از اسما هستن که استثنان، یعنی شما باید چیکار کنی؟ حفظ کنی. یکی از اون استثناها همین پیپله، مفردش میشه پرسن، یه نفر، جمعش میشه پیپل. پرسنز نداریم، البته داریم، ما توی کتاب نداریم، پرسن تبدیل میشه به پیپل. بنابراین چرا اینو گفتیم؟ الان فاعل من پیپله، پیپل جمعه، پس من گزینه های مفردم رو حذف میکنم. این ده پست گذشته است، پس زمان حالم هم حذف میکنم، جواب میشه where. سوال 16 سوالیه که توی آزمون نمونه دولتی ازش اومده، توی متن کتاب هم بود، هم توی متن کتاب بود هم توی نمونه دولتی ازش سوال اومده بود. The police، قیافش رو که نگاه میکنی قیافش مفرده، ولی بچه این نکته داره، police باید از فعل جمع استفاده کنیم چون اسم جمعه. خود کلمه پلیس به تنهایی اسم جمعه، بنابراین فعلش نباید مفرد بیاد، یه دونه پلیس منظور نیست، پس فعلش چی میاد؟ جمع میاد. مگر اینکه بگه پلیس وومن، پلیس من، پلیس آفیسر، اینا اگه بیان آره اینا مفردن، جمعاشونم به این شکل نوشته میشه پلیس آفیسرز، پلیس من، پلیس ویمن.
ولی خود پلیس به تنهایی جمعه با اینکه قیافش مفرده و فعلی که براش میاد قاعدتا باید فعل چی باشه؟ جمع باشه. با همین نکته پس من is و was رو حذف میکنم. این رو شما هنوز نخوندین ولی زمان جمله اینجا حاله، چون حاله گزینه دورم حذف میکنم، گزینه یکم میذارم. اینو فقط گذاشتم که بدونی پلیس فعلش باید حتما چی باشه؟ جمع باشه. سوال 17 خیلی سوال مهمیه، چندین بار هم توی آزمون نمونه دولتی ازش سوال اومده، خیلی هم سوال نکته مهمی داره. قبل از اینکه حل کنی من یه توضیح راجبش بدم. سوال ببین everybodyه، باید بگم are, where, is, was، انتخاب کنم حال یا گذشته و مفرد یا جمع. yesterday رو دارم که گذشته است، پس من زمانای حالم رو حذف میکنم، یا was میشه یا were. where جمعه، was مفرده. حالا باید ببینم کدوم رو انتخاب کنم. همینجوری که ترجمه کنی everybody یعنی همه، به نظر میاد که همه جمعه. وقتی آدم همه میشنوه بیشتر از یه نفر میاد توی ذهنش، یعنی یه تعداد آدم، ولی نکتهش دقیقا اینجاست. بچه ما به اینا میگیم ضمایر نامعین یا به انگلیسی indefinite pronoun. چرا بهش میگیم ضمایر نامعین؟ تو وقتی بهت بگن he برات مشخصه، سوم شخص مفرد جنسش هم مذکره، بگن we برات مشخصه، جمع ما. ولی وقتی میگن ضمایر نامعین یعنی دقیقا معلوم نیست به چه کسی، به چه چیزی داره اشاره میکنه. پس اگر بخوایم در مورد چیزی یا در مورد فردی مبهم و نامشخص حرف بزنیم از اینا استفاده میکنیم. اگر آخرش body یا one داشته باشه واسه افراده، و اگر آخرش thing داشته باشه واسه اشیاه. مثلا anybody, everybody, somebody, nobody, anyone, everyone, no one, someone, anything, everything, something, nothing. میبینی تا همشون one, body و thing داری. به اینا ما میگیم یه کسی، همه، یه چیزی، همه چیز. ما به اینا میگیم ضمایر نامعین یا مبهم. نکته که وجود داره و باید بدونی اینه که بعد از ضمایر نامعین حتما باید چه فعلی به کار بره؟ فعل مفرد، یعنی استثنا نداره، حتما حتما باید فعلش مفرد باشه، فرقی نداره کدومش رو استفاده میکنی. بنابراین everybody چون ضمیر مبهم هستش حتما باید فعلش چی باشه؟ مفرد باشه. پس where has میشه، جواب میشه گزینه 4. چندین بارم توی آزمون نمونه دولتی از این سوال اومده بود. سوال بعدی رو ببین. این doing واسه درس دومه، ولی من اینو آوردم که یه نکته رو بهتون بگم. اگر بخوایم راجبه خصوصیات شخصیت، یعنی راجب ویژگی های یه نفر حرف بزنیم، سوال بپرسیم، باید از این عبارت استفاده کنیم. What is she like? What is he like? What are you like? یعنی what، am و is و are، فاعل، like. What are you like? What is your father like? What is she like? اما این تو کتابتون اومده، این برای خودتون. اگر خواستی راجع به ظاهر افراد بپرسی اما ایزوار دیگه خبری ازش نیست، میشه دو و داز. لایک دیگه ازش خبری نیست، میشه لوک لایک. بنابراین سوال بالا چون جوابش هست helpful، مفید، یعنی داره راجع به ظاهرش میپرسه یا راجع به ویژگی شخصیتیش، راجع به ویژگی شخصیتیش چه عبارتی استفاده میکنیم؟ What is he like؟ بنابراین جای خالی باید حتما چی باشه؟ Like باشه. Doing هم حذف میشه. بین kind و lazy واژگانه، چون helpful رو دارم و and رو دارم، and یعنی باید این ورم با این ورم بخونه. lazy تنبل، helpful مفید. اگر قرار بود اینجوری باشه باید but استفاده میکرد. بنابراین این چون دقیقا متضاده استفاده نمیشه، جواب میشه گزینه 2.
سوال بعدی که فکر میکنم توی آزمون نمونه دولتی ازش سوال اومده بود، یه نکته داره که این نکته اصلا مال سال دهمه ولی ازش سوال اومده بود. میخوام به جای خالی دوم نگاه کنی. جای خالی دوم فعل میخوای. با اس آورده، با ایدی آورده، با آی ان جی آورده، ساده آورده. از کجا بدونم کدوم رو باید انتخاب کنم؟ به این نگاه کن. آیل. بچه آیل در واقع همون آی ویله. اینجا برات آوردم. ویل جزء چی هست؟ جزء افعال وچیه. بعد از فعل وچیش فعل به شکل ساده میاد. بنابراین من چون ویل دارم باید بعدش چی بیاد؟ ساده بیاد. اس هز میشه، ایدی هز میشه، آی ان جی هز میشه. بنابراین با دونستان همین نکته جواب میشه گزینه 3. بعدی که بازم خیلی مهمه و چندین بار ازش سوال اومده این عبارته: help somebody with something. help somebody with something حرف اضافه شه که خیلی براشون جذابه و ازش سوال میدن، یعنی به کسی توی کاری کمک کردن. ما توی فارسی میگیم در کاری کمک کردن، در میشه این، واسه همین اینم هم توی گزینه ها میدن ولی اشتباهه. help him، him میشه همون somebody، all these reports میشه همون something. به کسی در کاری کمک کردن with somebody، اینو باید حفظ باشین، یعنی یک عبارت یا یک اصطلاحی که حفظیه. help somebody with something. ادامه درس تا اینجا am و is و are was و were رو که یاد گرفتی، ادامه درس میاد راجبه وجود داشتن یا وجود نداشتن حرف میزنه. چجوری؟ میگه که اگه میخوای بگی که چیزی وجود دارد، چیزی وجود ندارد، چیزی وجود داشت یا وجود نداشت، بیا از این عبارت استفاده کن. there به اضافه there رو ببین تو هر چارتاش هست، به اضافه is، was، حال گذشته، مفرد مفرد، are، where جمع جمع، حال گذشته. پس there is وجود دارد، there are جمع وجود دارند، there was وجود داشت یه دونه در گذشته، there were وجود داشتن چند تا در گذشته. حالا نکته هاش چیه؟ خب همونجور که گفتم there is و there was مفردن. خیلی مهمه که is اون فعلی که میاد با اون اسم تناسب داشته باشه. پس چون is و was دارم باید اسمی که براش میارم مفرد باشه، مفرد. چون are و were دارم که فعلای جمع هستن، اسمی که براش میارم هم باید چی باشه؟ جمع باشه. بخون نکته رو. نکته مهم این است که فعل حتما باید به اسم با اسم مطابقت داشته باشه. اگر اسم مفرده، اگر غیر قابل شمارش باشه، چون اسم غیر قابل شمارش شما توی 11 هم میخونین ولی فکر نمیکنم ازش سوال بدن، ولی کلا بدون اسم غیر قابل شمارش مثل مفرد باش برخورد میکنیم. اگر مفرد یا غیر قابل شمارش بود از is و was، اگر جمع بود از are و were استفاده میکنیم. مثال ببین. one student یه دونه شاگرد، پس من میگم is. five students 5 تا دانش آموز، پس میگم are. حالا چه نکته ای داره؟ وقتی که تو داری there is یا there was استفاده میکنی، داری از چی استفاده میکنی؟ از اسم مفرد استفاده میکنی. یادت باشه اینو توی سال دهم بهتون میگم ولی از الان بدون، اسم مفرد اگر آم باشه که حالا اینو واردش نمیشم، اسم مفرد
نمیتونه تنهایی بیاد. یعنی چی؟ یعنی یه وابسته پیشین میخواد. توی کتاب شما وابسته پیشین رو A and one آورده. حتما باید اون اسم مفردت با یه وابسته پیشین بیاد. خب مثلا بولد کردم برات ایز و ایریزر. ایریزر یه دونه پاک کن، ایز براش میارم که مطابقت داشته باشه، منتها ایریزر چون یه دونه اسم مفرده نمیتونم تنها بیارمش، پس میشه ان ایریزر. میدونین دیگه، برای اون کلمه ها که با ای او یو آی با این حروف صدادار شروع بشن از ان استفاده میکنیم. ایریزر ای داره، پس میشه ان ایریزر. کامپیوتر مفرده، واز رو براش میارم که مفرده. کامپیوتر چون اسم مفرده اجازه ندارم تنها بیارمش، پس میشه ای کامپیوتر. یا به جاش میتونم بگم one student، به جای همه اینا میتونستم one هم بگم. اگر جمع بود چطور؟ erasers جمعه، students جمعه، computers جمعه. میتونم بگم عدد بگم five erasers، two erasers، ten erasers، یه عدد بیارم. یا بگم some یا بگم many. some یه تعدادی، many تعداد زیادی. میتونم اینا رو براش بیارم. بریم سوالاشو حل کنیم. Any pool, some water, a long tree, two small cats. مفرد، غیر قابل شمارش، مفرد و جمع. باید بین این دوتا تناسب وجود داشته باشه. چون فعلم جمعه، همه اینا هست میشه، جمع به دردم میخوره. There is there. قبل از اینکه این سوال رو حل کنیم یه چیزی بهتون بگم. دقیقاً چه مدلی می اومدیم تو بیا رو منفی و سوالی می کردیم؟ همون مدلی هم اینجا همین کار رو می کنیم. یعنی اگه من می گفتم she is angry، she is not angry، is she angry، اینجا هم همین کار رو می کنیم. There is a computer، there is not a computer، is there a computer، یعنی همین اتفاق میفته. یعنی اگر من اینجا is و پس این دوتا رو حذف میکنم. حالا there are دارم، there is دارم، بعد ببینم اسمم مفرده یا جمعه. با tens حتی اگر معنیشو نمیدونی تهش اس داره، اسی که به اسم بچسبه اونو تبدیل به جمع میکنه. پس چون باتنز جمعه، اینم هست میشه، جواب میشه گزینه یک. 23 دقیقا دوباره برعکسه. there is رو داده، اسمو از تو میخواد. بالاتر من نخوندم براتون، قرار شد خودتون بخونین، یعنی قرار شد حفظ بکنین. woman مفرده، women بی قاعده جمع وومنه. گزینه 4 هم جمعه. گزینه 1 و 3 که مفردن چه فرقی با هم دارن؟ این یه دونه ا اضافه داره. باید تناسب وجود داشته باشه. there is مفرده، پس من جمع آمو حذف میکنم، یا 1 میشه یا 3 میشه. قرار شد اگر اسم مفرد داشتیم اسمو تنها به کار نبریم، a and one یکیشو به کار ببریم، پس جواب میشه گزینه 3، چون گزینه 1 اسم مفرد رو تنها آورده. باکس 21، 22 و 23 توضیحشو دادم برای منفی کردن و سوالی کردنه. فقط میمونه یه مدل سوالی WH واسه there is. خب there is و there was برای مفردا به کار میره. خب there are و there were هم برای جمعا به کار میبریم. بنابراین اونایی که جمع باشه رو با how many سوال میپرسم، اونایی که مفرد باشه رو با how much میپرسم.
این خارج از کتاب بچه ها. How many many برای اسم های قابل شمارش جمع، اسم جمع و بعدش میارم. To be و بعد there. How much برای غیر قابل شمارش، was there و ادامه جمله. بریم سوالاشو حل کنیم. خب how many رو دارم، many رو یادمه برای اسمای جمع بودن، اسمای جمع باید فعلش هم جمع باشه دیگه، پس من ایزامو حذف میکنم. There are there، علامت سوال دارم، چون علامت سوال دارم اول there نمیتونه بیاد، نمیتونم بگم there are. There are برای جمله های خبری که تهش نقطه داره، سوالیا میشه are there، بنابراین میشه گزینه 4. سوال 25، how much دارم اسم غیر قابل شمارش، پس من نمیتونم are به کار ببرم، حتما is میخوام، چون علامت سوال دارم نمیتونم there رو اول بیارم، بنابراین میشه is there. Are there, there is, there are, there isn't any. ته جملم نقطه دارم، وقتی نقطه دارم جملم خبریه، با در باید شروع بشه نه با to be، پس یک حذف میشه. فرق اینا تو چیه؟ فرقشون تو مفرد و جمعه. questions جمعه، چون جمعه پس مفردامو حذف میکنم، جواب میشه گزینه 3. تا اینجا شما فعلای to be رو یاد گرفتین، اما is و are، was و were وقتی که فعل اصلی جمله باشن، اما is و are برای زمان حال، was و were برای زمان گذشته، منفی کردن، سوالی کردن، there is، there are، there was، there were، اینا منفی و سوالیاشو یاد گرفتین. انتهای جزوه سوالات بیشتر واسه اینا اومده که باید حل بکنید. مبحث بعدی که من میخوام بهتون یاد بدم مبحث ضمایر و صفت هاست. بریم ضمیرها رو با هم دیگه یاد بگیریم که هیچ ربطی هم به فعل نداره. ضمیرها رو با هم دیگه یاد بگیریم. اولین کلاس بهتون توضیح دادم که ضمیر کلمه‌ایه که کارش شخص، مکان، اشیا جایگزین بشه که از تکرارش جلوگیری کنه. ضمیرهای مختلفی داریم توی انگلیسی که براتون نوشتم. ما به هیچ کدومشون کاری نداریم. به دو مدلش کار داریم. ضمیرهای فاعلی و مفعولی. ضمیرهای فاعلی و مفعولی. بریم یاد بگیریم ببینیم. چرا بهش میگن ضمیر شخصی؟ چون جایگزین آدم میشه. حالا میتونه فاعلی باشه، میتونه مفعولی باشه. اول کلاسی بهتونه گفتم فاعل اول جمله میاد، بعد فعل و بعد مفعول. یعنی فاعل قبل از فعل میاد، مفعول بعد از فعل میاد. اینو یادت باشه که برات توضیح بدم. اول ضمیر فاعلی رو میخوایم یاد بگیریم. بخونیم با هم. ضمیر فاعلی کلمه‌ایه که جایگزین اون اسمی میشه که نقش فاعل داره. خب فاعل کجا میومد؟ فاعل اول جمله میومد، قبل از فعل میومد. پس کلمه‌ای هم که جاش میاد همونجا میاد. به جای فاعل اول جمله قبل از فعل. مثالش اسمه. حالا میخوام به جاش یه ضمیر بیارم، جایگزین کنم. هی به جاش میارم. پیپلیت گفتم جمع مفرد نیست، اسم جمعه. پیپل فاعل اول جمله اومده، قبل از فعل اومده، پس ضمیرش هم جمع میارم. دی کلن انتخاب کردم. خب مفردمون چیان؟ آی، اینا رو مطمئنم دیدین. آی، یو، هی، شی، ایت. جمع آش وی، ما، یو، شما چند نفر، دی، آنها. ما به اینا میگیم ضمایر فاعلی، چون قبل از فعل میان. ببین قبل از فعل اومدن جای فاعل. پس میتونم نتیجه بگیرم
ضمیری که بهش میگن ضمیر مفعولی جای چی میاد؟ جای کلمه ای میاد که نقش مفعول داره. اول کلاس گفتیم مفعول بعد از فعل میاد، پس کلمه ای هم که جای مفعول میاد بعد از فعل میاد. مثلا دیوید gave his students، میبینی his students بعد از فعل اومده، پس من اگر بخوام براش ضمیر بیارم باید همین جا بعد از فعل بیارم. students چون جمعه ضمیرش هم جمع میشه. الان میخونیم the dog followed David. دیوید بعد از فعل اومده، سگ دنبال کرد چه کسی را؟ دیوید را. دیوید میشه مفعول، پس ضمیری هم که جاش میاد ضمیر مفعولی و بعد از فعله. چرا روی این قبل و بعد از فعل انقدر تاکید دارم؟ توی سوالا میبینی که اگر قبل از فعل باشه میشه ضمیر فاعلی، اگر بعد از فعل باشه میشه ضمیر مفعولی. می به من، من را، یو به تو، تو را، که شبیه ضمیر فاعلیه. هیم به او یا او را، هر به او یا او را واسه مؤنث، ایت به آن یا آن را، آس جمعه به ما، ما را، یو به شما، شما را، جمعه سومین حالت هم میشه دم به آنها، آنها را. کلن فرق داره بجز یو که دقیقا این همه. بنابراین تو باید بدونی قبل از فعل یا بعد از فعل. گزینه ها رو ببین، آس مفعولیه، هر مفعولیه، شی فاعلیه، هیم مفعولیه. از روی همینم هم که الان تو سه تا مفعولی داری یه دونه فاعلی میشه حد زد جواب چیه. من فقط کافیه ببینم که جای خالی من قبل از فعل اومده یا بعد از فعل. اگر قبلش باشه فاعله، اگر بعدش باشه مفعوله. خب قبلش اومده، پس بنابراین جواب میشه گزینه سه، یعنی سارا اند شی، سارا و او. بعدیو ببینیم، هیم مفعولیه، هر مفعولیه، هی فاعلیه، دم مفعولیه. باید نگاه کنم قبل از فعل اومده یا بعد از فعل. قبلش اومده، پس چی میخوام؟ فاعلی میخوام. هی اند آی، او و من، پس میشه فاعلی. وی فاعلیه، هی فاعلیه، می مفعولیه، آی فاعلیه. باید نگاه کنم فعلم کجاست؟ مام فاعلمه، قبل از فعل اومده. آنچه که بعدش میاد میشه چی بچه ها؟ مفعول. بنابراین میشه گزینه سه. تسته بیشتر واسه ضمیرهای فاعلی مفعولی تای جزوتون هست. بریم مبحث بعدی، صفتهای ملکی. اول کلاس گفتم کلن صفت کلمه ایه که میاد راجع به اسم یه توضیح بیشتری میده. توضیح بیشتری میده. پس صفت حتما باید به چی بچسبه؟ چون کارش اینه که راجع به اسم توضیح بده دیگه. خب پس کارش اینه که به اون اسم بچسبه. حالا شما توی درس فکر میکنم سوم اگه اشتباه نکنم صفت ملکی دارین، اسمش رو خودشه ملکی، یعنی نشون میده اون اسمی که داره میاد مال کیه، رابطه مالکیت رو نشون میده. پس برای نشون دادن مالکیت کسی یا چیزی به کار میره. چون صفته حتما باید بعدش اسم بیاد، صفت ملکی همیشه قبل از اسم میاد. مثل چی؟ مثلا my، my book، your car، his dog. میبینی همشون اسمه و نشون میده. ما تو فارسی اینجوری میگیم کتابم، کتابت، کتابش، کتابمان، کتابتان، کتابشان. her cat، its tail، tail یعنی دم،
دومش our house, your pen, their car, ماشینشان. مثالا رو ببین. اسم پس حتما باید اسم داشته باشی. اسما رو برات با رنگ بنفش مشخص کردم. My phone, your children, their teacher. حالا یه دونه صفت هم اینجا براش آورده. میتونه بیاره برای اسم، میتونه نیاره. اگه نیاره مثل این my phone, your teacher, your children، اگرم صفت بیاره قبل از همه اینا میاد their English teacher. بریم ببینیم. My صفت ملکی، می ضمیر مفعولی، ضمیر فاعلی، ضمیر مفعولی. پس من باید ببینم ضمیر میخوام یا صفت میخوام. ببین ضمیر کلمه‌ایه که جای اسم میاد، یعنی اون اسم دیگه نباید بیاد چون داره به جاش میاد، دیگه اون اسم نباید بیاد. ولی صفت حتما اسم میخواد. بعد از جای خالی روم دارم، روم اسمه، پس ضمیرا رو نمیتونم انتخاب کنم، میشه my room. سوال بعدی هم حل کنم. her صفت ملکی، his صفت ملکی، him ضمیر مفعولی، its صفت ملکی. بعد از جای خالیم اسم دارم، پس من ضمیر رو نمیخوام. باید تناسبم وجود داشته باشه دیگه. فاعلم شیه، پس اینم باید متناسب برای مؤنث باشه، پس میشه her، چون این برای مذکره، اینم برای شی یا حیوانه. بعدی هم حل کنم. My computer is very old. It is یعنی فاعل فعل، its میشه صفت ملکی، its همون it is مخففش کرده، his صفت ملکی واسه مرد. پس من اول باید ببینم صفت میخوام یا فاعل فعل میخوام. خب من اینجا doesn't work فعل رو دارم، نمیتونم که بگم it is keyboard doesn't work، پس گزینه 1 و 3 حذف میشه چون خودش فعل داره. حالا برای شی یا حیوان، برای آدمی که مذکره، داره راجع به کامپیوتر حرف میزنه، کامپیوتر شی، پس میشه ایتس. از سوال 33 به بعد از مباحثی که درس داده شد حل بکنین به عنوان تمرین. یعنی شما برای جلسه آینده، کسایی که با ما هستن، برای جلسه آینده از 33 تا 60 30 تا تستو حل میکنن به عنوان تکلیف. جلسه آینده قبل از کلاس آزمون دارین، هم از واژگان هم از گرامر. واژگان ته جزوه یه دونه جدوله میخونین، تستاش هم میزنین، پاسخ تشریحش هم تا آخر هفته براتون میذارم که چک بکنین. خسته نباشین، امیدوارم که کلاس خوبی بوده باشه براتون. خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم. ان شاءالله که جلسه آینده ببینمتون. روز خوبی داشته باشین.